ادامه برنامه بامداد خوش و مهمان ما بانو تهمین امینی، دختر نقاش است که از ایران به افغانستان آمدن و یک نمایشگاه نقاشی هم در کابل برگزار کرده بودن که تگاه های تصویری داریم از نمایشگاهشان و در ادامه در رابطه با کار و فعالیتشان صحبت میکنیم. تصاویر خیلی ها کوتاه و تهمینه جان امینی، صبحتان بخیر، خوش آمدین به بامداد خوش. سلام میکنم به شما، صبح شما بخیر، همچنین به بیننده‌های خوب برنامه بامداد خوش. چند سال ایران زندگی کردین و نقاشی را در کجا آموختین؟ سالهای زیادی ایران بودیم، تقریبا 20 سال در ایران زندگی کردیم و از 10 سال پیش شروع کردم هنر نقاشی را آموختن. منطقه اوائل بسیار جدی نبود چون مصروف درسم بودم، ولی در ای اواخر نقاشی جز اصلی ترین برنامه زندگیم بود. حالا در این جز اصلی ترین برنامه زندگی چقدر کار کردین و چقدر حرفه‌ای یاد گرفتین و چقدر اکادمیک یاد گرفتین؟ میتونم بگم که حرفه‌ای آموختم. در این اواخر هنر را به صورت حرفه‌ای آموختم، چی از نظر تئوری مطالعات داشتم، زیر نظر استادای بزرگ کار کردیم. و ای که در ایران متاسفانه من نتونستم تحصیلات آکادمیک داشته باشم در رابطه با هنر، به خاطر که من اونجا یک مهاجر بودم و این افغان اجازه نیست که بله تحصیلات خود ادامه بدن. برای مهاجرین افغانی اجازه را نمیتن در ایران، میگن تنها کارگر باشین و همین کارهای شاقه و گلکاری یا برای شما. نه، البته کم نیستن دانشجوهایی که در دیگر رشته ها درس میخوانند، منتها بعضی از رشته ها محدودیت داره. ایتو علتش نمیگن که چرا نمیخواین افغان ها در بخش هنر کار کنن یا درس بخوانن؟ من فکر میکنم این چیزی است که دولت های موباید در موردش صحبت کنن. و شما تلاش کردین، زحمت کشیدین، پیشکی آموختین بالاخره؟ خب در ایران بحث هنر بسیار بحث گسترده است، رشته خیلی سخت است در دانشگاه، حتی جز رشته های خیلی سخت است چون به شدت طاقت فرساست، کار زیاد میخواید از نظر فکری، از نظر تکنیک کار. پیش استادای زیاد در مدتی 10 سال ما کار کردیم و خوشبختانه در این اواخر کارشناسای هنری خوب در کار ما نظر میدادن، زیر نظر اونا کار کردیم. و ایران هم فکر کنم درآمد خیلی خوب داره از نقاشی و میناتوری که صادر میکنن در کشورهای دیگر. در کابل آمدین، کدام آثار و کدام کارهایتان رو به نمایش گذاشتین؟ من مجموعی از زنان افغانستان کار کرده بودم و صرف برای نمایش افغانستان من این کارا را نقاشی را کشیده بودم. زنان افغانستان را که من کشیدم یک چهره متفاوت از زن افغانستان را میخواستم نشان بدم، نه او چهره جنگ زده، رنج دیده، مظلوم و بدبخت را که همیشه امو چهره به تصویر کشیده میشه، همیشه از محدودیت زنها گفته میشه، از بدبختی هایشان. و یک چهره را میخواستم به مردم افغانستان نشان بدم که جدای از اینکه مخاطب آموکارا را میبینه، خود هنرمندان زن ما انگیزه بگیرن، او جسارت را پیدا کنن که هیچ دلیل نیست ما همیشه چهره زن افغان بدبخت نشان بدیم، رنج دیده نشان بدیم. ما یک زن را کشیدیم که نگاه اقواگر داره، جسور است، شجاع است، میتونه از تن خود حفاظت کنه، دفاع کنه از زنانگی خود. یعنی هدف کلی ما از این مجموعه بود و به می خاطر افغانستان انتخاب کردم بر نمایش. یک اثر خیلی جالب در تصویر دیدیم که یک خانم با چادری و دنبوره میشه، در این ارتباط بگوین که چطور خطور کرد در ذهنتانی؟ اون نقاشی را من وقتی که شروع کردم، خب زن است که اینجا مجبور میشه خود از زیر برقه پنهان کنه، در حالی که میفهمیم که موسیقی مثل یک داروس برای روح،
تنها چیز آرام بخش که شاید اگر ما ناراحت باشیم، غمگین باشیم، ما را آرام بسازه موسیقی است. او زن پناه میاره به موسیقی و او سازه که در دستش هست مثل سلاح او سازه گرفته، ولی او طوفانه که او فضای آشوب و طوفان، او زاغای مزاحمه که در اطرافش هستن بر من نماد جامعه را داره، جامعه که اجازه نمیده که زن حتی زیر برقه به او آرامشی که میخواد برسه و همیشه این مزاحمه، این طوفان اطراف این زن هست. خیلی ها مقبول و بسیار زیاد تشکر از اینکه آمدین به برنامه بامداد خوش. انشاءالله که نمایشگاه های بعدی تان ما رو مخیر دعوت کنین که بیاییم از نزدیک ببینیم. سپاسگزار از اینکه امروز زحمت کشیدین آمدین به برنامه. خواهش میکنم. تشکر از شما که دعوت کردین. برنامه خوبتان، همیشه ما برنامه بامداد خوش رو میبینیم. زنده باشین. تشکر. آهنگی از مجده جمالزاده و در ادامه در سرخط اخیر ما رو همراهی کنید.